وقتی که یه قصه قشنگ و رویایی تبدیل به یک فیلم ترسناک میشه. گراسیا سلام. امروز می‌خوام با هم دیگه بریم سراغ سینمای مکزیک و فیلمی به اسم Tigers Are Not Afraid یا ببرها نمی‌ترسند رو ببینیم. یکی از فیلم‌هایی که نمرش خیلی بالاست و سبک خاص داستان نویسیش اونو به یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک سینمای مکزیک تبدیل کرده. قبل از شروع هم میگم لطفاً ویدیو رو لایک کنید. لایکتون آینده کانال منو می‌سازه. جدا از اینم میتونید توی کانال و گروه تلگرام گراسیا مووی باشید. اونجا میتونید فیلم‌های پیشنهادیتون رو با هشتگ پیشنهادی بنویسید. من اینطوری میتونم پیداشون کنم اونا رو قرار بدم. یه مقدار پیدا کردن پیشنهادات توی کامنت‌ها سخت شده و ازتون می‌خوام که این کار رو لطفاً انجام بدید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپور کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به منطقه خیلی خطرناکی توی مکزیک میریم و دختری به اسم استریا رو میبینیم که توی مدرسه رو داره درس میخونه. معلمشون هم برای انشا بهشون میگه که باید یه داستان از خودتون بنویسید، مثل سفید برفی زیبای خفته و این چیزا و شخصیتش خودتون بسازید. استریا هم در مورد یه شاهزاده مینویسه که آرزو داره تبدیل به ببر بشه. طرف دیگه شهر با پسری به اسم شاین آشنا میشیم. شاین یه پسر بی خانمانه و کلا زندگیشو با دزدی میگذرونه. نگاهش به دو نفر اونا رو زیر نظر میگیره که مستم هستن. یکیشون اسمش کوکو و وقتی که میخواد دستشویی بکنه شاین پشت نزدیکش میشه و یواشکی گوشی این مرد همراه اسلحه‌اش رو میدزده. بعدم اسلحه‌اش رو سمتش میگیره، انگار خیلی این مرد بدش میاد و میشناستش، اما جرأت شلیک نداره و میره یه گوشه پناه میگیره و یواشکی گریه میکنه. برمیگردیم به مدرسه که استریا داشت انشاشو مینوشت. یه دفعه صدای شلیک از بیرون اینجا میاد و همه بچه‌ها رو زمین پناه میگیرن. معلم نزدیک استریا وقتی میبینه که ترسیده به این سه تا دیگه گچ میده. بعدم میگه خود منم یه پری رو میشناسم که اگه هر کدوم از این گچ‌ها رو بشکنی یکی از آرزوهاتو برآورده میکنه. پس آروم باش و از هیچی نترس. با تمام شدن تیراندازی هم مدرسه تعطیل میشه. وقتی استریا داره سمت خونش رو میره جنازه کسی که بهش تیراندازی شده رو زمین میبینه. اما انگاری انقدر این صحنه رو دیده که براش عادیه و از طرف دیگه به سمت خونشون راهو ادامه میده. البته که میبینیم از اون جنازه خونی به سمت استریا حرکت میکنه و همینطوری تا خونه دنبالش میره. حتی وقتی که وارد خونشون هم میشه رو دیوارها این خون باز شکل میگیره. استریا با ورود به خونه مادرش صدا میکنه اما جوابی نمیشنوه و هرچی میگردم اونو نمیبینتش. بعدم به خیال جلوی تلویزیون میشینه و یه لحظه متوجه همون خون میشه که روی لباسهای آویزون شده هم شکل گرفت. برمیگردیم پیش شاین، پسری که اون گوشی و اسلحه رو دزدیده بود. میره به یه قسمت خرابه ای که با چند تا از دوستاش زندگی میکنن. دوستاش یعنی پاپ، توکی و مورو. خیلی هم خوشحالن و با همدیگه بازی میکنن و مشخصه که همدیگر هم خیلی دوست دارن. تقریبا شبیه یه خانواده. موقع خوابم شاین برای کوچیکترینشون یعنی مورو داستانی تعریف میکنه که در مورد ببریه که میاد سراغ بی خانمانا و جون اونا رو میگیره. کلا قصه هایی که شبا برای اینا تعریف میکنه عموما دارک و ترسناکه. برمیگردیم پیش استریا. شب شده و هنوز خبری از مادرش نیست. استریا چشم به راه تو بالکن منتظر میمونه تا روشن شدن هوا هم همونجاست، اما بازم خبری نمیشه. در همین حالی که نشستم نگاهش به پسری میوفته که یه سری لوازم دزدیده که خب همون شاینیه که ما قبلا هم باهاش آشنا شدیم، اما استریا نمیشناستش. دوباره یه شب دیگه هم میرسه و همچنان خبری از مادر این دختر نیست. خاطرات مادرش تو ذهنش مرور میکنه و یه دفعه یکی از گچهایی که معلم داده بود رو برمیداره. آرزو میکنه که مادرش برگرده و میره روی مبل میخوابه. یه دفعه با صداهای وحشتناکی بیدار میشه. توی خونه زمزمه های ترسناک به گوش میرسن و یه دفعه دستی رو روی شونه خودش حس میکنه. استریا وحشت زده از خونه میپره بیرون و جلوی در میخوابه. هوا که روشن شده صدایی از داخل خونه میشنوه و از خواب بیدار میشه. با آرومی میره داخل که پسری رو میبینه که یه ماسک ببر گذاشته و داره از خونهشون لوازم و غذا میدزده. وقتی میره که جلوش رو بگیره ماسک این پسر رو برمیداره و میفهمه شاینه، همون پسری که روز قبلی دیده بود. با هم بحث میکنن و بهش میگه لوازممون پس بده و شاین هم میگه تو باید از اینجا فرار کنی، مادرت دیگه بر نمیگرده. استریا نمیدونه یعنی چی و شاین براش توضیح میده که باند هاسکاست که معروف ترین باند مکزیکه اونو دزدیده و قطعا تا الان قاچاقش کرده به کشورهای مختلف. استریا هنوز باور نکرده و شاین از خونه فرار میکنه. استریا هم نمیتونه جلوش رو بگیره. ساعتی بعد دوباره اون زمزمه ها و صداهای عجیب توی خونه شنیده میشن و از خونه میزنه بیرون. این بار متوجه ماسک ببر شاین میشه که روی زمین افتاده و جلوتر هم چند تا لوازم دیگه میبینه که موفق میشه اونو تعقیبش کنه و بفهمه که کجا پناه گرفته. وقتی به شاین و دوستاش میرسه میگه میشه من پیش شما بمونم تو خونمون، میترسم و مادرم هم نمیدونم کجاست. البته که اونا مخالفن و میگن تو اصلا سیست به این محله های ما نمیخوره. استریا میگه گشتم و خواهش میکنم کمکم کنید، اما شاین میره طرفش و میخواد به زور از محل دور بکنتش. استریا
که داره گریه میکنه و پاپ که اشکای اونو میبینه دلش میسوزه. بهش میگه باشه یه امشب میتونیم ازت مراقبت بکنیم. شب که رسیده شاین و رفیقاش گوشه گرم برای خودشون انتخاب کردن و استلر رو نزدیک خودشون راه نمیدن، میگن یه گوشه دیگه بگیر بخواب. استلر یا سردشه و خیلی گشنشه که مورو هم کوچیکترین عضو گروه دلش میسوزه و براش بیسکویت و پتو میاره. البته که استلر همچنان گشنه است و نصف شب بیدار میشه و توی آشغال‌ها دنبال غذا میگرد. اینجاست که یه دفعه دو تا دست وحشتناک اونو نگهش میدارن و استریا فریادی میکشه که شاین از خواب میپره. میاد طرف استریا و اولا که حرفاشو باور نمیکنه، بعدم میگه انقدر جیغ و داد نکن و الا جامون لو میره و اون بانده سراغ ما میاد و میدوزنمون. روز بعدی رسیده و میبینیم که شاین با نگرانی و وحشت می دو طرف استریا و از خواب بیدارش میکنه و میگه بود تو باید فرار کنیم، بانده هاسکاس اومده اینجا و دارن دنبال آدمای جدید میگردن. ماشین نزدیک وامیسه و کوکو همون مردی که شاین گوشیو از لش دزدیده بود همراه چند نفر دیگه پیاده میشن. نگاهشون به شاین و رفیقاش میفته و میدونن دنبالشون. حالا شاین و استریا روی سقفای خونه ای طرف میرن و بقیه پسر رو از طرف دیگه فرار میکنن. شاین و استریا به جایی میرسن که ارتفاعش بالاه و شاین میپره، اما استریا ترسیده و مردده. اون طرف هم کوکو و دوستش نزدیک شدن. حالا شاین انقدر با استریا صحبت میکنه و قانعش میکنه که در آخر میپره و نجاتش میده. وقتی که حالا پناه گرفتن، یه شلیکم با اسلحه سمت کوکو رفیقش میکنه. کوکو عصبانی میشه و میفهمه که این پسر بوده که گوشی و اسلحه‌اش دزدیده و میگه مراقب باش چون خیلی زود میام سراغت. تقریبا ساعتی گذشته که شاین و استریا بالاخره به پاپ و بقیه پسرا میرسن. منتها خبری از مورو نیست و پاپ میگه که کوکو عوضی اونو تونسته ما بدزده. شاین خیلی ترسیده و اعصابش به هم ریخته و فقط به در و دیوار لگد میزنه. یکم که آروم‌تر شدن استریا میپرسه که چه بلایی سر اونایی میاد که این باند میبرتشون. شاین هم میگه بدترین بلایی که فکر کنی سرشون میاد، مخصوصا که در آخر جون اونا رو میگیرن و اعضای بدنشون رو به کشورهای مختلف میفرستن. حتی چند نفر دیدن که اونا مراسم‌های شیطانی اجرا میکنن و من مطمئنم شیطانم پشت این گروهه. عصبانیتش هنوز خیلی بالا و میره سمت استریا و میگه همه چیز تقصیر تو، از وقتی تو اومدی همه این داستانا شروع شد، تو نحسی و باعث همه چیز خودتی. بعدم دوستاشو برمی‌داره میخوان ازش دور شن که استریا میگه من میتونم یه کاری کنم این بانده از بین بره و ناپدید بشه. شاین میره جلو، اسلحه‌ای که دزدیده بود و بهش میده و میگه اگه بتونی واقعا کوکو رو از بین ببری، اون موقع توی گروهمون میای و میتونیم همیشه ازت محافظت بکنیم. بعدم میگه دنبالم بیا و با هم دیگه به جای میرن که میدونن کوکو زندگی میکنه. متاسره یا ترسیده و منصرف شو میخواد اسلحه‌اشو پس بده، اما شاین شروع به تشویقش میکنه و میگه این همون کسیه که مادرتو برده، شاید بتونی یه سرنخ هم پیدا بکنی. و در آخر استریا قانع میشه که بره داخل. وقتی میره تو صدای تلویزیون میاد و به آرومی سمت پذیرایی راه میفته، میبینه که کوکو جلوی تلویزیون نشسته و میره جلوتر. خیلی ترسیده و وقتی نزدیک میشه تصمیم میگیره دومین گچش رو هم استفاده بکنه. میشکنتش رو آرزو میکنه که مجبور نباشه سر کوکو یه بلایی بیاره یا جون اون رو بگیره. میره جلوتر و میبینه که حالا کوکو از قبل جونش رو از دست داده، انگار یه نفر از قبل این کارو کرده. و استریا یه شلیک همینطوری رو هوا میکنه که شاین و دوستاش فکر میکنن استریا بوده که این کارو به انجام داده. در حالی که میخواد از اتاق بیاد بیرون، متوجه سر و صدای میشه و به سمت زیرزمین میره که میبینه چندین پسر و دختر دیگه اینجا زندانی شدن، از جمله مورو که دوست خودشون بوده. همه رو آزاد میکنه و در حالی که مورو رو بغل کرده میاد پیش بقیه. همه خوشحالن غیر از شاین که انگاری با عصبانیت به استریا داره نگاه میکنه. حتی وقتی این دختر میره طرفش و اسلحه رو میخواد پس بده، شاین بدون هیچ حرفی از طرف دیگه راهش رو ادامه میده. به پناهگاه خودشون برمیگردن و حالا همشون خوشحالن، اما همچنان شاین عصبانیه. استریا میره طرفش و میگه چت شده و شاین میپرسه که چطوری تونستی اون کارو انجام بدی. استریا هم میگه خیلی ساده، فقط آرزو کردم که این کار انجام بشه. یه رفعه تلفنی که شاین از کوکو دزدیده بود زنگ میخوره. کسی به اسم تیو پشت خطه و میفهمیم که برادر کوکو. البته که شاین دیگه جواب تلفنشون نمیده. موقع خواب میبینیم که استریا دوباره کابوس صداهای عجیب میشنوه، صدایی که این بار مادرش هم قاطیشونه. از خواب میپره و لیوانی که جلوش رو برمیداره که از توش صدایی میاد، صدایی که به استریا میگه دارم میان سراغتون و مراقب باشید. استریا میگه که ولی من هیچ کاری با کوکو نکردم، برش دارم میان دنبالم. و صدا بهش میگه که اونی که اون بلا رو سر کوکو آورده بود داره میاد دنبالت، تنها راهت همینه که اونو بیاری پیش ما میتونیم باهاش مقابله بکنیم. صبح روز بعدی شاین و بقیه همه لوازمشون رو جمع میکنن و تصمیم میگیرن اینجا فرار کنن که یه موقع باند هاسکاس دنبالشون نیاد. در حالی که دنبال یه جای جدید میگردن، از یه باند دیگه رد میشن که رئیسشون برایانه. برایان با عصبانیت میگه تو منطقه ما چی کار میکنید؟ و شاین توضیح میده که ما دنبال یه پناهگاه میگردیم چون ما بودیم که جون کوکو و بزرگترین دشمن گروه شما رو گرفتیم، پس شما هم باید مراقبت بکنید چون انگاری کمکتون کردیم. برایان هم اجازه میده که تو این منطقه ساکن شن و خیلی زود هم یه خونه مخروبه پیدا میکنن که خیلی هم بزرگ و خوشحال میشن. در حالی که استریا داره میره و یه اتاق خواب برای خودش انتخاب بکنه، میبینیم خونی که از همون اول دنبالش
خودش بود حتی تا اینجا هم میرسه. در حالی که استری همینطور داره قدم میزنه، شاین رو میبینه که یه گوشه نشسته و دوباره ناراحته. ازش میپرسه چی شده و این بار شاین میگه که تیو دوباره زنگ زد. برایان رئیس گنگ اینجا که فکر میکردیم اما میخواد محافظت بکنه، بهش لو داده که اومدیم اینجا و داره دنبالمون میگرده. گفت که برای انتقام داداشش اگه پیدامون بکنه بدترین بلاها رو سرمون میاره. استری میپرسه که چرا این گوشیه رو نمیندازی بره که اینقدر عصبانیت نکنه، و شاین یه عکس رو اتوش نشون میده. میگه که این عکس مادرمه، آخرین عکسی که ازش دیدم و فهمیدم که کوکو باندش اونو بردن و معلوم نیست چه بلایی سرش آوردن. هوا تاریک شده و یکی از پسرها جعبه میاره که پر از توپ فوتباله. تصمیم میگیرن یکم عشق و حال کنن و برای همینم توی خونه فوتبال برگزار میکنن. حتی رو کمرشون شماره و اسم بازیکنهای معروفم مینویسن. رابطهشون با هم دیگه بهتر شده و مثلا یه بار مورو داره گریه میکنه و میاد پیش استریا، بهش میگه که عروسک خرسم خراب شده. استریا هم برای اینکه حالشو خوب کنه براش عروسک رو میدوزتش. این در حالی که شاین هم از دور داره نگاهشو میکنه و انگار دیگه واقعا استریا خوشش اومده و بهش داره اعتماد میکنه. یه جا استریا و شاین دارن صحبت میکنن و شاین میگه که چقدر از ببرها خوشش میاد و برای چی اصلا ماسک ببر همیشه روی سرش میذاره. استریا هم میگه که به نظر من ببرها خیلی گناه دارن، مخصوصا وقتی اونا رو توی باغ وحش قرار میدن، چون اما مامان باباهاشون دور میشن و همیشه میترسن. اما شاین میگه که ببرها اصلا چیزی به اسم ترس توی وجودشون نیست. در مورد زندگی گذشتهشون صحبت میکنن و شاین میگه که چجوری اون باند وحشتناک رفیعی بهشون حمله کردن، خونه زندگیشون آتیش زدن و همه دار و ندارش از جمله مادرش رو هم بردن. حتی به خاطر آتش‌سوزی صورت شاین هم سوخته. استریا هم در مورد همون گچ و اون داستانهای آرزو برآورده شدن صحبت میکنه و شاین بهش میگه که میشه از آخرین آرزوت استفاده کنی و سوختگی روی صورت من از بین ببری. اما استریا میگه که نه، به خاطر اینکه هر باری از این آرزوها استفاده کردم انگار یه خون دنبالم اومد و اتفاقای وحشتناکی افتادن. روز بعدی میرسه و شاین که حالا میخواد استریا رو خوشحال بکنه و فهمیده خیلی دختر خوبیه، تصمیم میگیره بره به خونه اونا و یکی از عکس‌های مادرش رو براش بیاره. وقتی میخواد این کارو انجام بده و موقع خروج از خونه، یه رفیع تیو دوستاش سر میرسن و اونو نگهش میدارن. استریا که بیدار میشه هیچ جا شاین رو پیدا نمیکنه و لحظاتی بعد میبینه که جلوی در تیو دوستاش همراه شاین وایسادن. استریا و بقیه پسرا به اتاقهای مختلف فرار میکنن و پناه میگیرن که استریا دوباره اون زمزمه و صداهای وحشتناک رو میشنوه و یه رفیع گوشه ای هم مادر خودش رو میبینه. صداهای وحشتناک به استریا میگن که تیو رو به این اتاق بیار، ما میتونیم باهاش مقابله بکنیم. استریا خیلی میترسه و از اتاق فرار میکنه که همین لحظه هم تیو میبینتش و اونو میبره پیش بقیه پسرا که گرفتتشون. بقیه دوستای تیو بیرونن، چون تنها مورو که همه هم کوچیکتر بوده یکم جرأت میگیره. اسلحه ای که قبلا شاین دزده بود و پیدا میکنه و برمیداره و به پای تیو شلیک میکنه. تیو بیرحم هم برمیگرده و به شکم مورو شلیک میکنه که در جا جونش رو میگیره. پاپ که عصبانی شده با چاقویی بهش حمله میکنه و یه ضربه به پاش میزنه و همراه همدیگه در حالی که بدن مورو رو بررشتن از اونجا فرار میکنن. بالاخره پناهگاه دیگه میرسن و وقتی بدن بیجون مورو رو توی پتوی مورد علاقش کنار عروسک خرسش میذارن، همشون گریه میکنن. شاین و استرلا با هم صحبتی میکنن و میفهمن که تیو خیلی دنبال گوشی بوده که شاین دزدیده و حالا براشون سواله که چرا میخوان این گوشی رو پیدا کنن، مگه چه چیزی توشه. بیشتر میگردن و بالاخره چند تا فیلم پیدا میکنن. توی این فیلم ها مردی به اسم چینو رو میبینیم که سمت زنهای بیگناهی میره که بسته شدن و جون اونها رو به شکل وحشتناکی میگیره. به شکلی انگاری کوکو با گوشیش این مدارک رو ضبط کرده بود و میخواسته اینا رو به پلیس لو بده، ولی خب یکی اومده سراغش، جونش رو قبل از این قضیه ها گرفته. قطعاً برای همون چینو الان خیلی مهمه که گوشی رو به دست بیارن. برای همینم هم گوشی رو برمی‌داره و به چینو زنگ میزنه. بهش میگه که ما حاضریم خودمون این تلفن رو به تحویل بدیم به شرطی که قول بده دیگه بی خیال ما بشی و سراغمون نیای. چینو هم قبول میکنه و یه آدرسی رو با هم دیگه هماهنگ میکنن و قبل قطع کردن هم میگه دیگه هم به خاطر کارهایی که من کردم الکی مسئولیت نپذیرید، و خیلی سریع به این اشاره میکنه که خودش بوده که جون کوکو رو گرفته. شاین از این حرف شوکه میشه و میفهمه که استرلا بهش دروغ گفته بوده که به کوکو حمله کرده. انگاری اصلا دوستی استرلا و این گروه بر اساس دروغ شکل گرفته و برای همینم شاین خیلی عصبانیه. دوستای خودش رو برمی‌داره و استرلا رو تنها میذارن و از اونجا میرن. هوا تاریک شده و استرلا کنار بدن بیژن مورو تنهایی که دوباره توهم‌های ترسناک سراغش میان. عروسک این پسر میبینه که خود به خود داره راه میره، صداهای عجیب میان، و وقتی برمیگرده میبینه که بدن بیژن مورو یه رفیق سر جاش نشسته. بیرون اتاق روح چندین آدم دیگر رو میبینه که همشون قربانی های همین باند وحشتناک بودن. استرای وحشت زده میدوه تو اتاقی، سرش لای پاهاش میگیره و فریاد میزنه که ببرها نمیترسن، ببرها نباید بترسن. صداهای وحشتناک بیشتر میشن و یه رفیق دستی استرای رو میگیره که منجر میشه دیگه فرار کنه و از خونه بیاد بیرون. در حالی که داره میدوه میبینیم یه رفیق اژدهای کوچیک انگاری داره دنبالش میره. میریم پیش شاین، پاپ و توکی که دارن
قدم میزنن و پاپاتوکی فهمیدن که دیگه شاین خیلی رد داده، بیش از حد عصبانیه. هرچی بهش میگن که بیا بریم این فیلم‌ها رو به پلیسش بنشون شاید کمک کنه، اون گوش نمیده و در آخر توکی گوشی رو یه دفعه شاین میدوزه و دو تایی میدوام پیش مامور پلیسی که میبینن. فیلمو نشون میدن و میگن به ما کمک کن، اما مامورها وقتی چهره اون آدم یعنی چینو رو میبینن کلا منصرف میشن. بعدم از اونجا میرن و شاین بالاخره بهشون میرسه. اونا فهمیدن که دیگه نمیشه به هیچ کسی حتی پلیس اعتماد کرد و گوشی رو بهش تحویل میدن. شاین یه بار دیگه فیلم کاری که چینو کرده بود رو باز میکنه و حالا متوجه یه دستبند توی دست اون زن قربانی میشه. دستبندی که براش خیلی آشناه. عکسی که از مادر استریا آورده بود و برمی‌داره و متوجه میشه دستبند برای همونه. یعنی این قربانی مادر استریاه. حالا که فهمیدن چه بلایی سر مادر استریا اومده و چقدر بهشون نیاز داره، تصمیم میگیرن برگردن پیشش. و وقتی به خونهشون برمیگردن میبینن که خبری از استریا نیست. تصمیم میگیرن تا برگرده دوستشون مورو ببرن و براش خاکسپاری درست انجام بدن تا به آرامش برسه. این در حالیه که میبینیم استریا بعد اتفاقاتی که افتاده بود از خونه فرار کرده و ترسیده و توی پارک نشسته که روح مورو کنار خودش میبینه. مورو یه رفعه میگه که من میتونم کمکت کنم بقیه پسر رو پیدا کنی. شاین و بقیه منتظرتن و آدرس جایی رو میده که میخوان خاکش بکنن. استریا هم خیلی سریع میره اونجا و دوباره بهشون میرسه. شاین برای اینکه به استریا نشون بده دوستش داره و همیشه حواسش بهش هست، عکسی که رفته بود براش بیاره رو نشونش میده. استریا هم خیلی خوشحال میشه، اما شاین دیگه اشاره‌ای نمیکنه که توی فیلمم مادرش بوده و از دنیا رفته. و در آخر میگه که فقط کمکم کنید تا بتونیم چینو و گروهش رو به این خونه بیاریم. اینجا روحهایی هستن که میتونن کمکمون کنن و همشون رو از بین ببرن. شاین هم که دیگه قدرت‌های زیاد استریا رو باور کرده تصمیم میگیره کمکش کنه. روز بعدی میرسه و شاین به همون جایی میره که با چینو قرار گذاشته بود تا گوشی رو بهش پس بده. وقتی گوشی رو بهش میده، چینو یه دفعه اسلحه‌اش رو میکشه و برادر کوکو یعنی تیو رو، یکی دیگه افرادی که پیششن، رو از بین میبره. بعدم گوشی رو زیر پاهاش له میکنه. استریا هم میاد کنار شاین و از اون طرف هم پاپ و توکی اونجا فرار میکنه. چینو به شاین و استریا میگه که از اینجا برید تا منصرف نشدن طبق قولی که دادن که هیچ کسی سراغتون نمیاد. وقتی میخوان از اینجا برن، استریا یه دفعه متوجه میشه اینجا همون جاییه که تمام فیلم های توی گوشی کوکو ضبط شده بودن. برای همینم هم به شاین میگه که بیا بگردیم، شاید مادرم رو همینجا زندانی کرده باشن. شاین یه دفعه عجیبش گوشی کوکو رو در میاره، میگه که به چینو یه گوشی الکی و فیک دادم که نفهمیدش. بعدم توی گوشی کوکو فیلمی که از مادر استریا بوده بهش نشون میده و بهش ثابت میکنه که مادرت از دنیا رفته و نباید دیگه دنبالش بگردی. بعدم میگه که این دنیا خیلی کثیف و تاریکه، آرزو و این چیزا الکی و اصلا نباید دنبالشون بری، باید به همین تاریکی دنیا بچسبی. اما استریا آخرین دیکه گچ و عجیبش در میاره و اونو به رد سوختگی صورتش شاین میکشه و آرزو میکنه که از بین بره و همین اتفاق هم میفته. اما همین لحظه است که یه دفعه چینو از خونه میاد بیرون و متوجه شده که گوشی که بهش داده بودن الکیه. اصلش سمت شاین میگیره و بدون هیچ رحمی به سر اون شلیک میکنه. خونی هم که همیشه دنبال استریا بود حالا به زیر پای شاین میرسه. استریا هم پا به فرار گذاشته و چینو دنبال گرفتن انتقام خودشه. وارد خونه میشن و میبینیم که استریا توی قسمت تهویه خونه پناه گرفته. یه رفعه جلوی خودش عروسک مورو میبینه که انگاری داره راه میره و حرکت میکنه. بهش داره راهی رو نشون میده، اونم دنبالش میره که پرت میشه توی اتاق. با وحشت اطراف خودش رو میبینه که جنازه واقعی همه قربانی های این گروه رو پنهان کرده. حتی بدن پوسیده مادر خودش رو هم میبینه. با آرومی اشک میریزه و میره طرف مادرش که یه رفعه بدن بیجونش انگاری حرکت میکنه و دستبندی که داشت به دست این دختر انتقال پیدا میکنه. دوباره صداهایی تو گوشه این دختر میپیچن که میگه اونو پیش ما بیار، ما میتونیم باهاش مقابله بکنیم. یه رفعه از گوشی که دستش استفاده میکنه و به تلفن چینو زنگ میزنه و گوشی روی آیفون میذاره. چینو صدا رو میشنوه و وارد این اتاق میشه که میبینیم از قبل استریا رفته بیرون و از پشت در رو روش قفل میکنه. صداهای فریاد از اتاق بلند میشن و انگاری تمام اون روحها به چینو حمله کردن. استریا طرف دیگه خودش روح شاین رو میبینه، میره سمتش و فندکی عجیبش در میاره و اونو به شاین میده و ازش فاصله میگیره. شاین با فندکش وارد اتاق میشه که چینو توش گیر افتاده و تمام اینجا آتیش میگیره. در حالی که استریا داره از کل این مکان خارج میشه، یه لفه یه ببر واقعی رو جلوش میبینه. دوباره ببر رو هم میفته و سکانس آخر میبینیم که توی دشت خیلی بزرگه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطوری که گفتم تایگرز آر نات افرید خیلی داستان خاصی داره. وقتی ما یه سری چیزا مثل پرنسس و پری و آرزو و اینا صحبت میکنیم، فکر همه میره سمت سفید برفی، زیبایی خفته، اینجور داستانهای خیلی تخیلی و قدیمی. اما این فیلم میاد نشون میده که وقتی که یه نفر توی شرایطی مثل همین گنگای مکزیک باشه، وقتی همش محلهای بدی زندگی بکنه، حتی داستانهای رویاییش هم به چیزهای وحشتناک تبدیل میشن. یعنی چرا اگه یه دختری توی محله خیلی خوب بود، با شرایط خیلی عالی زندگی کرده بودش، وقتی در
مورد آرزو و اینا صحبت میشد، فکرش این میرفت که مثلا فلان کارو انجام بده، یه دفعه چند تا پروانه میان، اتفاقای خوب میفته. اما وقتی که برای یه کسی مثل استریا همچین اتفاقی افتاد، میدیدیم که هر باری آرزو میکرد خون پشت سرش میومد و بدترین اتفاقا شکل میگرفت. به شکل دردناکی داره میگه شرایط و محیط زندگی میتونن روش رویاها و آرزوهای آدمها رو تغییر بدن و اصلا کلا 180 درجه همه چیزو میتونه بچرخونه. یکی از بهترین نمونه‌هاش هم همون جاییه که استریا داشتش از خونه میومد بیرون، دیدیم یه اژدهای کوچیک دنبالش بود. شاید اگه توی داستان رویایی خوب بود جای پروانه میرفتش و دور میشد، اما دیدیم که یه اژدها بود و دنبال این دختر رفت. یا مثلا دیدید پرنسسا راه که میرن پشتشون یه رفعه گل و بوته و اینجور چیزا سبز میشه، ولی هر جایی که استریا میرفت پشت سرش خون داشت حرکت میکرد. این اتفاق اون آخر به اوجش میرسه، جایی که استریا آرزو میکنه که سوختگی پوست شانگ برطرف بشه و میبینیم که یه رفعه چینو میاد و اسلحه رو میچکونه. فاصله این اتفاق به ثانیه هم نمیکشه، یعنی حتی اینکه یه چیز خیلی خوب به چیز وحشتناک تبدیل بشه توی همچین زندگی دردناکی به ثانیه هم نمیکشه، کلا همون لحظه اتفاق میفته. به هر حال تایگرز آرنالد افرید یکی از بهترین های سینمای مکزیک، هیجانش فوق العاده بالا، داستان نویسیش قویه، بازی بازیگرش هم فوق العاده است. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بازم میگم توی گروه گلاسیا مووی بیاید و اونجا پیشنهاداتونو با هشتگ پیشنهادی بنویسید. من اینطوری میتونم پیشنهاداتونو بخونم. روزتونم گلاسی.